بما اما خدا به اختیارم یارم دل میگم با میگن نرم اما خدا به اختیارم. سلام دوستان، این رپ جدید منیجا دولت و بود که گوش کردید. شما باوری دارید که منیجا دولت و با صحنه برمیگردد؟ اگر ها، در شهر نویسید اندوشه خود رو یا با صفت رپر برگردد یا با مثل خبله، کدومش با منیجا زیبانه است؟ عزیزو، امروز ما در باره حیات و روزگار منیجا دولت و حرف میزنیم. منیجا دولت و ستاره محبوبی تاجک سراینده سرودها در سبک موسیقی نوین فارسی میباشد. آلبوم های سراییدهش پر از خطهای درخشان میباشد که مزه سرودهای ملی تاجک را به مشام میرساند. هر سال صفحه هواداران سراینده اگرچه امروز در صحنه نباشد هم میافزاید. منیجا دولت و 31 دکبر سال 1982 در جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان در شهر کولوب تولد شده است. منیجا دختر چهارمی اویله می باشد. وی از کودکی قابلیت موسیقی نشان می داد. سرودهای زیاد می خواند. پس از تحصیل در مکتب رقم 8 شهر کولوب، دانشجوی فکولتت زبانهای خارجی دانشگاه دولتی خروخ شد. او در سال سیوم تحصیل به دوشنبه می کوچد و به فکولتت ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان داخل می شود. هنرمند در پایتخت تاجیکستان زندگی کرده، ثبت سرودهای خود را به طرز و اسلوب خود و خاص انتخاب کرد. اولین سرود منیجا دولت و سرود با دریو بود که کمی پس از کوچیدن منیجا دولت به دوشنبه ثبت شده است. در این گذشته آلبوم اولین آوازخوان سرنوشت من یا تقدیر من و سه ویدیو جدیدش پیدا شد. سراینده در مواد موسیقی از شعرهای خود استفاده میکرد. از این رو روند تالیف سرود طول میکشید. سراینده متن بعضی سرودهایش را خودش ایجاد کرده است. منیجا در تاجیکستان و افغانستان همچون ترنتر شناخته شده است. تماشابینان دولت همسایه با آوازخوان جوان تاجیک عاشق شدند. دولت وارونیز با کابل دعوت کردند. منیجا نه تنها با ایجادات خود بلکه با صداقت آشکارا برای رعایت قانونهای شریعت نیز مشهور است. سراینده اکثر وقت با حجاب دیده می شد، اما منیجا نه همیشه برای زنان مسلمان لباس می پوشید بلکه لباس های اروپایی نیز داشت، مثل جنس و کاسیوم ها و شم. منیجا بعد دپرسیا افتاد و در نزد مردم ظاهر شدن رو بس کرد. وضعیت رو یک صدمه مدهش بدتر در این حالت آوازخوان همچون گمانبر داشته شد، اما بعدن سفید کرده شد. سراینده اوهیست اوهیست از بحرون برامده یک آلبوم دوم خود رو به خاطر پدر خود که کمپوزیسیای مرکزی اون سرود پدر بود برآورد. خیر از این مخلصان سرود چی میشد عزیزم و گلومو را پسندیدند. در طول 3 سال سراینده به صحنه نبرآمد، اما ایجادیات و سرودهای خود را به همکاران جوان در این ردیف کمک کرد. در این مدت آوازخوان برای زلیخا ممشویه و جان بیگ مرادوف و حبیبه یک قطار سرودها پیشنهاد کرده است. سال 2016 منیجا دولت یک چند سرود ثبت کرد که در بین آنها معروف‌ترینش مرو میشناس زیمان بهوده میرنج عشق من بودند. بعدتر سراینده ایجاد سرودهای نو را ادامه داد که در جشن خصوصی تویها صدا میدادند. سال 2017 در بین آلبوم های سراینده خطهای ای دوست، سال نو، وطن، کجای شامل بودند. سال 2020 وکالیست مخلصان را به ترک نوی بهوده خورم میکنه شاد کرد. منیجا دولتوف جزئیات حیات شخصی خود را تبلیغ نمی کند.
پس سر چند وقت در مطبوعات اووزه ها پیدا می شوند که گویو افغان شوهری سراینده شده است. اما طوره که خود اووز خان در یک مصاحبه بحث کرد، چون این تخمین ها هیچ اساسی ندارند. در صفحه شخصی سراینده در شبکه اینستاگرام اینچون تصدیق ازدواج او عکس طبیعی خصوصی وجود ندارد. سال 2020 در یوتیوب ویدیوی به نام سرود نو دختر منیجر دولت، رقص دختر منیجر دولت و غیره ها پیدا شدند که در آن نام هنرمند ذکر شده است. دختر منیجر در شهر میونخن آلمان تحصیل میکند. سرود جدید منیجر در سال 2021 به طور رک نشر شده است. این شاید آغاز برگشتن سراینده باشد، چون شوق سرایندگی اش اومده است. نمیدونم. خیر عزیزان، با همه تموم.